الان شما که اینجا ایستادی میخوای از من سوال بپرسی، استرس داری که چی میخوای بپرسی؟ چند برابرش کن این استرس رو، بزرگش کن. یعنی تنها مخاطب تو یک آدم نیست، هزاران آدمی که میخواد جونشو نجات بدی و جون خودت. آتش شما مساوی از خودگذشتگیه. آتش شما مساویه اینه که امیرحسین داعشی باشی، نمیدونم حسین زاده باشی، آقای صفی زاده باشی، آقای امینی باشی، دو ماه مونده باشه تو بازنشستگیت. آقای امینی مدیر یه منطقه بودش. شما راجع به عید اومدی پیش ما، هر روزی هم که حال آدم خوب باشه اون روز عیده. حال ما هم امسال زیاد خوب نیست برای عید. والا خب الان تقریبا 6 سال من استخدام شدم، تو این 6 سال فکر کنم 4 بار شو سال طویل شیفت بودم. عید پارسالو شیفت نبودم، خونه بودم. امسال که والا من تا هر سال کنار پدر مادرم بودم، امسال تازه متأهل شدم. تمام این بچه‌هایی که الان اینجا هستن این شغل رو واقعا از ته دلشون با یه عشق خیلی زیادی که شاید قابل وصف نباشه قبول کردن اینجا. بعد دیگه عادت کردن دیگه، حالا اگه حادثه هم باشه دیگه میدونن دیگه ما تو ایستگاهیم دیگه، هر لحظه ممکنه حادثه زنگ بخوره و بریم. من مطمئنم که همه شهدای آتش نشانی الان خیلی حالشون خوبه. اونی که گفتی کسی هستن که حالشون خوبه، من میدونم که اون شهدای آتش نشانی الان خیلی پرچمشون بالاست، خیلی حالشون خوبه. طبیعتا الان حرفی هم که فکر میکنم به همه شهروندای ما بخوام بزنن اینه که ما خوشحالیم، ما جامون خوبه. همین که شما راحتید، همین که شما خوشحالید، برای ما یه دنیاه. خدا رو شکر. یه خاطره ای که تو شیفت بودیم این بود که ما روز شیفت اومدیم، مثل تمام کسایی که سال تحویل و قبل از سال تحویل میان هفت سین رو میچینن، ما هم اومدیم یه همچین کاری رو بکنیم که سینامون شامل چیزایی بود که تو ایستگاه آتش نشانی داشتیم. بعد به ترتیب اینا رو چیدیم، یه سینمون کم بود، یعنی 6 تا سین داشتیم، یه سینمون کم بود که هرچی فکر کردیم دیدیم چیز دیگه ای نداریم که با سین شروع بشه. به ناچار از یکی از بچه‌ها که اسمش سیروس بود استفاده کردیم، نشوندیمش وسط سفره. تا آخر سال تحویل هم ایشون وسط سفره بودش. امیرعلی بابا دوستت دارم، عیدو به تبریک میگم. منم تبریک میگم از همینجا به همسرم. امسال که قسمت نشد کنار هم باشیم سال تحویل، و ایشالله سال بعد کنار هم باشیم. و از همینجا هم برات همه کسایی که همکارام هم و یه همچین شرایطی الان دارن آرزو میکنم که سال خوبی داشته باشم. از همینجا به همه ایرانی ها تبریک میگم، آرزو سلامتی و دلی شاد برای همشون دارم. من این عید نوروز و عید سال 1396 رو به خانوادم، پدر مادرم، همسرم، دختر کوچیکم که ما شرمنده خانوادمون هستیم، هم ما نیاز داریم که کنار اونا باشیم، هم اونا کم بوده ما رو همیشه احساس میکنن نیستیم، تبریک میگم. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد رزاقی، شیفت 3 ایستگاه 88. به فرزندای شهید پلاسکو دوست دارم به اونا اول تبریک بگم، بعد به پدر مادرم و همسرم و دخترم. ایشالله سال خوبی داشته باشن. یه خاطره گفتی بگم. یه سال، سال 83 بود، سال تحویل تو تایمای 7-8 بود، ما از شیفت باید میرفتیم خونه که سال تحویل هم خدا رو شکر خونه بودیم. رفتم خونه دیدم خانومم هنوز خوابه، ساعت رو گرفتم یه 2 ساعتی کشیدم جلو، بودم بابا 2 ساعت 1 سال گذشته هنوز خوابی؟ سالم تحویل شده بازم خوابی؟ ناراحت شد، پکر شد، ولی بعدا گفتم شوخی کردم، ساعت رو کشیدم جلو.